سحرگاه پنجم خرداد 1287 صدای مهیبی در مسجد سلیمان خواب را از سر همه پراند. با فوران این نفت سرآغاز تولید نفت در ایران و خاورمیانه شد و باعث تحول اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در کشور عزیزمون ایران گردید. این خبر یک خبر بین‌المللی و رسانه‌ای بشه و باعث شد که در دنیا به اولین چاه نفتی که در میدان مسجد سلیمان ورود کرده برسن. این چاه تا سال 1292 روزانه 36,000 لیتر تولید داشت. این صنعت در گذشته قبل از انقلاب دست متخصصین غربی اداره می شد که بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی این صنعت با دست متخصصین ایرانی و بومی این منطقه اداره می شه. هم‌اکنون مسجد سلیمان با دو مخزن فعال که مخزن آسماری نفت و مخزن گروه خامی گاز ترش جوراسیک تولید می کند. در مسجد سلیمان نفت هنوز زنده است. با برنامه‌هایی که در پیش رو داریم بیشتر از گذشته دستیافتنی خواهد بود. چاه شماره یک خاورمیانه در سال 1304 با گل حفاری پر شد و در سال 1313 متروکه گردید و به عنوان میراث صنعتی حوزه فعالیت صنعت نفت معرفی شد. در کنار انجام تولید صیانتی از میادین و مخازن خودش، کار پروژه‌های عمرانی و عامل منفعه را هم در سطح حوزه گستره جغرافی خودش در حال انجام. علی بلدی، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد سلیمان.